خط مخالف بفرما. سلام علیکم. السلام عليكم. زنده باشید. علیکم السلام. بفرما. اوقات خوب آقای علاقه. ممنون ممنون. آقای علاقه شما فقط خواهش میکنم قطع نکنید. اگر خب ما قطع کنید رفتن اول قطع کنید. من میرد صحبتی با شما داشته باشم. خب در یک موضوع صحبت کنید. یک موضوع صحبت کنید مختصر. بفرما. باش. البته مختصر که ایشانه به نتیجه برسیم. شما میفرمایید که انقلاب ایران کلا نامشروعه، از ریشه نامشروعه. اینو میفرمایید دیگه، درسته؟ یعنی ما میگیم که قیام بر علیه سلطان جائر ممنوع هست، حرام هست. بله اینو میگیم. خب شما اصلی ترین دلیل خودت الان بیان کن که اصلی ترین دلیل، نگید ما یک دلیل نداریم. دلیله. ما یک دلیل نداریم، دلایل خیلی زیادی داریم. ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام امر فرمودند شیعیانشان را که تا ظهور حضرت ولی عصر علیه الصلاة و السلام قیام نکنن. این یکی. ثانیاً این از عقاید شیعه هست که مجری احکام باید معصوم باشد، یعنی اون کسی که میخواهد احکام خدا را برای مردم جاری بکند در اون اجرای احکام بر هیچ کسی ظلم نکند، حتی بر یک مورچه ظلم نکند و عصمت داشته باشد. به خاطر اینکه حکومت اصلا ما احتیاج به خاطر چی داریم؟ به خاطر اینکه جلوگیری بکند از ستم مردم بر هم دیگر. و اگر آن فرمان روا خود او بله معصوم نباشد و احتمال داشته باشد خطا بکند، اون مقصودی که حکومت از برای او هست، اون مقصود خودش در اونجا نقض غرض می شود. و اینکه احکام حکومت اسلامی اصلا معلوم نیست، ائمه علیهم السلام تبیین نفرموده. لذا کسی که میخواهد قیام بکند و حکومت اسلامی تشکیل بدهد، اگر او امام معصوم نیست، او چی چیزی را میخواد تشکیل بدهد؟ مثلا یک حکومتی که از روی غرب میخواد کپی بکند یا از روی پادشاهان سابق کپی بکند، از روی اونها نسخه برداری بکند و حکومت بسازد و اسم اون را اسلامی بگذارد، این با اسم گذاشتن چیزی که اسلامی نیست اسلامی نمیشود. و چون ماهیت حکومت اسلامی اصلا غیر معلوم هست، لذا قیام کردن برای تشکیل حکومت یک امر باطل و یک امر بیفایده میباشد. لذا ما یک دلیل نداریم، ما ادله زیادی داریم. بفرمایید. بله، با توجه به اینکه شما میفرمایید باید معصوم باشد این شخص، خب ما میدونیم که معصومیت فقط مختصه دوازده امام شاهد معصوم هستش. خب بله بله. در نبود یک انسان معصوم باید چیکار کرد؟ خب وقتی که دوازده امام و شاهد معصوم فقط معصوم هستن و معصومیت فقط مختص خاص اینا هستش، باید چیکار کرد؟ وقتی که بله. معصوم پیدا نمیشه باید چیکار کرد؟ بله، این هم عقیده شما واقعا که عقیده خود را اینجا ابراز کرده، چون این انقلاب شما اصلا تصحیح نمی شود مگر امام عصر علیه السلام را منکر بشوید، بگید که نبود امام، که امام نباشد معصومی نباشد چه کار بکنیم. و اون کسی که این حرف را میگوید قطعا شیعه نیست، چون احادیث خیلی زیادی داریم که خداوند متعال تا روز قیامت آخرین کسی را که از دنیا برمیدارد او حجت خدا هست، و زمین هیچ وقت از حجت خدا خالی نمی باشد، همواره حجت خدا موجود هست و امام معصوم علیه السلام موجود است. زمانی بیاید که مردم باشند و امام معصوم نباشد، این امکان ندارد. لذا کسی که منکر امام زمان علیه السلام هست او مدعی انقلاب می شود، اما کسی که قائل به امام زمان علیه السلام باشد، او که نمیگوید که امام معصوم نیست من چیکار بکنم، امام معصوم علیه السلام موجوده و ائمه علیه السلام امر کردن که صبر بکنید، انتظار بکنید تا کیشان قیام نکرده قیام نکنید، و احادیثش هم خیلی زیاده. اما این امریه که شما این را قبول ندارید، این امریه که گویا من اینجا کنم قاعده فیزیک کوانتوم را اینجا برای شما بیان میکنم که اس، یا مثلا من حرکت جوهری را اینجا بیان کردم، یا من اینجا مثلا وحدت وجود را، اصالت وجود، اون کلام اون ملا صدرا که خودش هم نمیداند چیه، یک مطالب اونجوری را بیان کردم که شما اصلا بله که گویا این خیلی صعب فهمند، نه کلام من مشکل نیست، کلام من واضح و آشکاره، امام معصوم علیه السلام موجوده و تا ظهور ایشان فرمودند صبر بکنید، انتظار بکشید. بفرمایید. امام عصر ما قبول داریم، ولی عصر الان کجا قبول نداری؟ قبول نداری شما؟ قبول نداری؟ همین الان گفتی نیست، همین الان گفتی نیست، لعنت بر منکرش، همین الان گفتی نیست، بس ما چی کار بکنیم؟ آیه بستش حاضر نیست که بخواد بیاد به صلاح. الان بالاخره در هر دوره یک شخص باید زمام امور رو به دست بگیره، زمام قدرت رو به دست بگیره، اونجوری که میشه به صلاح یه جورایی بله، وقتی که قدرت بر اقامه دولت پیدا بشود، خود امام علیه السلام ظاهر می شود، خود امام علیه السلام ظاهر می شود. اما زمام امور در دست کیه؟ در غیبت امام زمان علیه السلام زمام امور مذهبی، پیشوایی مذهبی، یعنی بیان احکام دین
و بیان مسائل دین و احکام دین در دست عالمان زاهد، عالمان عادل و صحیح العقیده هست. اما پیشوایی امور سیاسی، گوش کن جان من، پیشوایی امور سیاسی به هیچ کسی نهاده نشده و هیچ ولی سیاسی وجود ندارد شرعا. و وقتی که قدرت بر تشکیل ولایت شرعی باشد، خود امام علیه السلام ظهور میکند. بفرما دیگر. اینجا ادله خیلی قویه جان من، اینجا ادله خیلی قویه. اینجا شما دست داد درون کردید خانه زنبور جان من، اینجا از اینجا شما ناله میکنی، اینچنان پشیمان میشی از این تماس که شب تا صبح خوابت نبره. کسانی که اینجا باور کن، گوش کن اینو یادت باشه، کسانی که اینجا زنگ میزنن که با من مناظره بکنن، اون شب را تا صبح از غصه خوابشان نمیبره جان من، چون اینجا ادله قویه برادر من. اگر میخوای که بیشتر غصه ناک بشی و شکست و افتضاحت بیشتر بشه، ادامه بده. بفرما. میدم آقای البدری، ببینید این عالم زاهد از نظر شما الان چه کسی هستش؟ بگید مثلا آیت الله فلان، آقای فرشامی بعد عالم زاهد بشه دیگه، هر کی باشد، هر کی باشد. الان در حال حاضر چه کسی هستش؟ اینو میخوام بدونم. از نظر شما کی اعلام کنید؟ من نمیشناسم عالم زاهد. من حالا شاید خبر ندارم، شاید میشناسم، اصلا مهم نیست. مهم اینه که پیشوایی مذهبی، گوش کن. خب اگر نشناختم گناه شرعی نیست، حرام نیست بابا. یک من که تمام همه گیر رو اگر نشناختم، این گناه نیست. من فرض کنم من نمیشناسم، زوره که من حتما نمیشناسید. چرا روی آقای خامنه‌ای نظر میدید اگر نمیشناسید؟ چون مشکل آقای خامنه ای را میشناسم، اونو میشناسم دیگر، اونو میشناسم، خامنه ای را میشناسم. آره دیگه، اینجا بس علا قوی شد دیگه. خدا حافظ شما. چرا این علا شما دیگر حجت تمام شد، همه گی دانستن که شما دلیل نداری. ببین اون اگر ما هم گفتیم که پیشوایی مذهبی یعنی ارشاد مردم در دست علمای زاهد هست، پیشوایی مذهبی را گفتیم، نه ولایت فقیه به معنای شما که تمام اختیارات امیر المؤمنین علیه السلام. اون را گفتم. شما برادر بزرگوار من، این کلام مرا توجه بکنید، معنایش حالا اگر اینجا عقل باشد در فکر شما، مسئله برای شما روشنه. اما این که پیشوای مذهبی عادل کیه، خود شما برید تحقیق بکنید، پیدا بکنید. منم قبلا بعضی وقتا نظرم را اظهار کردم، بعضی از دوستان میدن نظر مرا. اما آقای خامنه ای چرا اظهار نظر میکنم؟ چون ایشان بله چون با هم از قبل خلاصه با ایشان آشنایی دارم. ایشان چقدر عالمی هستن نازنین، که از کوچیکی نازنین بودن، چون اون را میدانیم و دوستان عزیز هم آشنایی دارند، لذا به درباره‌شان اظهار نظر میکنیم. سلام علیکم. بفرمایید. ایشان از کوچیکی نازنین بوده. بفرما آقا، صحبت چرا نمی‌کنی؟ آیت الله، آیت الله.